گزارش مکمل در 14 ماه 172 فرد ملکی توسط طالبان در ولایت پنشیر به شهادت رسیده اند. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. گزارش مکمل در 14 ماه 172 فرد ملکی توسط طالبان در ولایت پنشیر به شهادت رسیده اند. یک منبع از شفاخانه امرجنسی پنشیر با عموم میگوید که از زمان تسلط دوباره طالبان بر ولایت پنشیر، اجساد دست کم 172 فرد ملکی به این شفاخانه انتقال یافته است. با گفته این منبع، زنان نیز مشمول این کشته شده ها هستند. این منبع به عموم گفت که دست کم 57 تن از افراد کشته شده از منطقه دره عبدالله خیل بوده اند. در این حال 38 تن از ولسوالی حصه اول، 31 تن از بادرک، 3 تن از ولسوالی آبشار، 22 تن از ولسوالی روخه، 11 تن از ولسوالی آنابه و 8 تن از ولسوالی پریام بوده اند. در این حال بیش از 20 منبع از نزدیکان افراد کشته شده در گفتگو با امو کشتار نزدیکانشان را از سوی طالبان تایید کرده اند. این منابع به دلیل ترس از طالبان نمی خواهند هویتشان را فاش کنند. از سوی دیگر، محمد علم ازدیار، معاون پیشین مجلس سنا، نیز در گفتگو با امو تایید کرد که بیش از 170 تن از افراد ملکی در ولایت پنشیر از سوی طالبان کشته شده اند. شماری از این افراد نظامیان پیشین بوده اند که از زمان سقوط جمهوریت مصروف زندگی عادی خود بوده اند و در درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی دخیل نبوده اند. طالبان همواره گزارش های مربوط به کشتار افراد ملکی را رد کرده اند. بر بنیاد معلوماتی که امو به دست آورده است، بیش از 40 تن از قربانیان تنها در سال 1401 خورشیدی کشته شده اند. اکثر این افراد باشندگان دره عبدالله خیل پنشیر بوده اند. یکی از این قربانیان سمینه، دختر 16 ساله باشنده دره عبدالله خیل بود که در 24 اسد 1401 خورشیدی در روستای خواجه عبدالله خیل در منزلشان به قتل رسید. نزدیکان او در گفتگو با امو طالبان را عامل قتل سمینه خوانده اند. یک منبع دیگر میگوید که 10 تن از بستگان او به نام های محمد نظر، الله نظر، گلایدر، زمان الدین، کرزی و شیرزی برادران، میرزا جان، لطف خدا و سمیع خان که باشندگان دره بوده اند، در تاریخ 26 ثور 1401 خورشیدی توسط طالبان کشته شده اند. این منبع میگوید کرزی 17 ساله و شیرزی 14 ساله هر دو برادر بوده اند که توسط طالبان کشته شده اند. این منبع میگوید که پس از کشته شدن این دو نوجوان، پدر آنها بینایی اشراح از دست داده است. منبع دیگر میگوید که خالد بخشی از افسران ارتش در حکومت سابق در اژدها ثور 1401 خورشیدی از سوی طالبان کشته شده است. این منبع در ادامه گفت خالد بخشی پسر عمه من بود. او در گذشته افسر اردوی ملی بود و به همین جرم به شکل بی‌رحمانه پیش چشمان خواهر و خانمش شهیدش کردند. با گفته این منبع، به خانواده خالد بخشی اجازه به خاک سپاری از سوی طالبان داده نشد و اکنون در جای به طور پنهانی دفن شده است. غلام سخی قربانی دیگر، باشنده روستای متا، ولسوالی خنج ولایت پنشیر است که در 22 حوت 1400 زیر شکنجه طالبان به قتل رسید. نزدیکان غلام سخی میگویند که او دکاندار بوده و با طرفهای درگیر ارتباطی نداشته است. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.